وقت بخیر. عزیزان گرامی، دوستان کمیل از بیننده برنامه صبح و زندگی هستید. همان گونه که شما در جریان هستین، یک هفته کاهش خشونت ها تمام شد و وارد هفته دوم شده و همون قرارداد سال هم میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید در قطر. و خواستم که به یکی از ایستگاه های شهر کابل بیاییم که موترا از اینجا به غزنی میره، یعنی این منطقه به نام عده غزنی مسمی است. رای کابل غزنی همواره جنگ می بود در گذشته. حالا می خواهیم از راننده ها بپرسم، از مسافرانی که از مسیر میدان وردک، ارغنده و بخش های مختلف غزنی عبور مرور می کنند، از اینا بپرسیم که یک هفته چطور برشان گذشت. در یک هفته شاهد کدام حادثه دلخراش مانند گذشته بودن یا نبودن، و همچنان آمد آمد سال در جریان است و یا در آستانه آمد آمد سال قرار داریم، در رابطه با سال اینا چه گفتنی دارند. پس با ما یک جا باشید، بریم پیش راننده ها و ازشان بپرسیم که چه میگن در این رابطه. سلام. و علیکم سلام. نمره چه ده؟ میراغا. میراغا، تو چه کاره ای دلتا؟ زه موتروانی ما دیگه. اگه موتر ایتا ده؟ وو. در یه وفته چه ده یو چه چه ورتوایی؟ سل و یا وربند و چنگه تیر سو تاسو باده؟ یه کرا ده کرا ده و پلالی آرام آرام دیده ایس خبرم. مخی خوی یو چه جنجالو نمو؟ مخی خوی یو جنجالو نمو، اس کرا ده کرا ده خدا پزل ده. هیچ مشکل نست اوس. تاسو خوشحالی هستی؟ او ولی نه خوشحالی. مثلا صلح راست یا دغه شرایط دوام وکي کنه، تاسو کار باندې اغیز لري کیږي تاسو؟ ولی نه کیږي. خدای مهربان، خدای به خیر کیږي. صلح راست په افغانستان کې قراری راځي، امن راځي. خدای مهربان ده، ټول کار نه بسن سي. د مخکې هفته کې کنه د خوشنطونو کمواله څه و، تاسو کار لږ زره خو له وخت نه و خو د خیسه د قراری خې کار او قراری باندې ته کوون په کورو باندې نستی. تاسو خو په دغه لار زی و رازی کنه، خلک څه وایي د سولې پاکله؟ خلک وایي چې خدای آرامي راولي، مونږ خوشاله یو. پندغه دا غون پندغه خلک ډیر خوشاله دي. خلک خوشاله دي پندغه باندې. توکل په خدای. مننه مننه. راننده ها هم میگن که اگر سال به گونه درستش پیاده شود در کشور، ممکن کارهای از اینا هم بهبود پیدا بکنند. بیاین پیشتر. سلام. و علیکم. ایتا سینوم؟ محمد اجان. محمد اجان رو چه کاره ای دلتا؟ دریواریم. ام داغ موتر ایتا دا؟ او. چه روپی کرای اخلی تر غزنی پوری؟ یو نیم سال. یو نیم سال او بانه او که مثلا چوک تر ارغندی و میدان پوری لارسی هم زی تو سره کنه؟ نه اغا مونگ سره نزی. نزی؟ هر چوک سه مستقیم زی غزنی تا؟ غزنی تا زی اغا مونگا جگه و نور نجگون. دا یه وفته چه اوربان و کنه؟ یه توتوری خوالی کموالی و چنگ و ایتا چه کار؟ بس طول خواه و دا خودی خوشحاله. خوشحاله و؟ بس ان شاء الله خدای پاک دې په وانځي دار ماریش شي نو یو صلح او شرعي نظام راولي چې د ټولو مسلمانانو په کې خیری. امين. او الله پاک دې کفار له افغانستان ورکی. مونږ ټول پام دې خوښي ټول د افغانستان ان شاء الله ټول مسلمان دي او ټول په افغانستان کې شرعي نظام غواړي چې صلح او امنیت دې مونږ هر څه ما غدي دا اوس که تاسو یعنی بکر وکیا په دغه کابل ښار کې یو سړی د 15 روپۍ بجب کې نسی ګرځیدای نو چې ان شاء الله کله شرعي نظام راسي دغه خلق به ټول ورکس زکه هرڅه په نظام دي شرعي کې دي او اسلام کې. مننه مننه. خیر. سلام. وعلیکم. تاسو نوم ماما؟ زما نوم نور آغا ده. تاسو څه کار کوئ؟ زه ډرایور یم. موټر تم ډرایور یم. کوم لاین کې؟ د غزنی او کابل په غزنی کا د مخکنی هفته تاسو کار څنګه وو؟ د خدای په فضل وو، داسې خوشاله خوشحالي وو چې هیڅوک هم نه دي لیدلې په لارې باندې، نه جنګ نه ټاکو نه ټوکو. او خدای پاک دې وکړي همیش داسې قراری راځي. پس دې که سړکونه هم جوړ شي کنه نور خرابېږي نه، او تاسو زر ځئ او زر راځئ. که سړک جوړ شي او امنیت شي، موږ وایو چې اوس زر روپۍ ګټو ورېدي سل وګټو، چې امنیت یې او خوشحالي یې او دا مسلمان په قرار شي. که کار هم نه وي مهم نه ده، خو سوله یې. یاره خو ما درته وویل چې زر روپۍ نه ګټو سل ګټو چې سوله یې او دا مسلمان په قرار شي. خلاص، له دې جنګو له دې
جنجالو لدی غلا او لدی بیا منیتی نصیب کراس ډیره مننه دواله مننه سلام اومده بودیم به ایستگاه یا عدی غزنی موترا بیشتر از اینجا به غزنی میرن حتی مردم به این خوشحال هستن میگن که اگر 1000 افغانی عاید نداشته باشیم 100 افغانی عاید داشته باشیم خو مقصد دوزادوزی بی امنیتی و بی عدالتی از کشور دور شوه یک نظام شرعی و اسلامی برپا شوه تا صلح تامین شوه ما 1000 نه با 100 افغانی هم قناعت داریم تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده گزارش صبح زندگی تلویزیون آریانا بودید تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین